عنوان مقاله این است که مرگ بر کدام رژیم. عنوان مقاله ظاهرا به پیوندهای تاریخی دو قوم ایران و یهود و وجود مناسبات حسنه میان ارض باستانی اسرائیل و امپراتوری هخامنشی در ایران و سپس مناسباتی نزدیک و دوستانه در طول تاریخ تا آغاز دوران جمهوری اسلامی در ایران اشاره دارد. اما در متن مقاله به رفتارهای حاکمیت کنونی هر دو کشور در حال حاضر و نیاز شدید هر دو حاکمیت به وجود دشمن اشاره شده است. متن مقاله تأکیدی بر این دیدگاه است که رهبران هر دو کشور در دوره کنونی افرادی هستند که برای سلب مسئولیت از خود در انجام وظایف خیش در قبال ملت به وجود یک دشمن بیرونی به سختی محتاج هستند. به باور نویسنده یعنی آقای آذر شالو، حتی اگر اختلاف کنونی ایران و اسرائیل در زمینه فعالیت هسته‌ای مشکوک ایران وجود نمی داشت، سران دو کشور می بایست بر سر مسئله دیگر با یکدیگر درگیر می شدند تا بقای حکومت خود را هر یک در کشورش تضمین کند. آذر شالو تأکید می کند که ایران به شدت نیازمند اسرائیل است و در صورت نبود موجودیت اسرائیل سران ایران می بایست چنین کشوری را خلق می کردند، چرا که بودن اسرائیل مانند هوا برای تنفس ایران یک ضرورت است و ادامه بقای رژیم ایران تنها به خاطر وجود اسرائیل امکان پذیر بوده و از این بابت جمهوری اسلامی باید قدردان اسرائیل باشد. آذر شالو در ادامه مقاله میگوید لفاظی های ضد اسرائیلی سران ایران به حکومت ظالمانه آیت الله های ایران امکان میدهد که افکار عمومی ایران را از معضلات حقیقی آن کشور منحرف کند، از معضلات اقتصادی مانند گرانی های غیر قابل تحمل گرفته تا سرکوبگری های سیاسی و کشتار تظاهر کنندگان و نبود آزادی و سنگسار کردن زنان. آذر شالو تأکید دارد که نفرت همواره نیرویی برای اتحاد ملت بوده است. هیچ چیزی به قدرت وجود یک دشمن بیرونی برای ساکت کردن تنش‌های داخلی نیست. چه بسا که نیچه روزگاری نوشته بود که انتخاب اینکه چه کسی را برای دشمن برگزینیم حتی حائز اهمیت تر از گزینش دوست است. لذا بر اساس این نوشته نیچه ایران در انتخاب دشمن خود بسیار موفق بوده است. آذر شالو اضافه می کند اسرائیل در این امر به ایران کمک می کند. اسرائیل ایران را تهدید می کند. هشدارها به یک حمله قریب الوقوع از سوی اسرائیل علیه سایت های هسته ایران هیزم بیار معرکه حکومت مفلوج آیت الله ها می شود و در حالی که رژیم تهران به آستانه فروپاشی رسیده است، سران اسرائیل در آخرین لحظه نردبان تازه نجات را به دست حاکمان ایران می دهند. اصلاح طلبان و مخالفان حکومت ایران و همه ایرانی هایی را که 3 سال پیش در چنین روزهایی به خیابانها ریختند و به اعتراض دست زدند و خواهان آزادی و انتخابات عادلانه بودند، از بیم حمله اسرائیل در کنار حکومت ملاهای تهران متحد می کنند. آقای آذر شالو در ادامه مقاله می نویسد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آهود باراک وزیر دفاع این کشور در راستای منافع خامنه‌ای و احمدی نژاد کار می‌کنند. آنها نقاب مهاجم بر چهره زدند که اتفاقاً یاری رسان برای تلاش‌های ایران در راستای مشروعیت زدایی از موجودیت اسرائیل است. حال برای سران ایران بس آسان‌تر است که اسرائیل را قده سرطانی در خاورمیانه توصیف کنند و حتی آنهایی را که مردد بودند قانع‌تر می‌کنند. حتی اگر تهدیدهای اسرائیل میان تهی بوده است،
این امر پیشاپیش برای رژیم ایران مفید واقع شده و ثابت کرده است دشمنی که ایران برای خود انتخاب کرده تا چه حد در خدمت این انتخاب کننده است. آذرشالو تأکید می کند که ملت ایران شایسته رهبرانی بهتر از حاکمان کنونی است و به این خواسته نیز خواهد رسید و تلاطم های سیاسی جاری در منطقه به تهران نیز خواهد رسید و آن زمان اتمی شدن ایران به همان اندازه برای اسرائیل حساسیت برانگیز خواهد بود که هسته‌ای شدن هند را اسرائیل دست کم گرفت. آذرشالو می افزاید اما اسرائیل نیز به سختی به ایران نیازمند است و اگر حاکمیت کنونی ایران وجود نمی داشت اسرائیل می بایست که چنین دشمنی را برای خود خلق می کرد و لذا اسرائیل هم باید قدردان وجود جمهوری اسلامی باشد زیرا نفرت کور و ارعاب همیشه ابزار کارسازی در بقای حکومت ها بوده است و بی ویژه دولت های دست راستی اسرائیلی را یاری داده است و نواختن پرتنین نتانیاهو بر طبل لفاظی ها علیه ایران افکار عمومی اسرائیل را از موزلات کشور منحرف می کند. از مشکلات اقتصادی و گرانی های شدید گرفته تا خدمات دولتی و عمومی که در آستانه اضمحلال است و تا سرمایه گذاری های کلان دولتی در آبادی نشین های یهودی و ترجیح دادن مذهبیون افراطی بر سایر اقشار کشور وجود دارد ادامه پیدا خواهد کرد. نویسنده در ادامه یادآور شده است که ایران یاری رسان اسرائیل هست، اسرائیل را تهدید می کند و این تهدیدها روغنی است بر چرخهای عرابه آتش افروزی دولت علیل نتانیاهو. او نعره های تهران را با آغوش گشاده دربر می گیرد. تو گویی غنیمتی خداداد به او رسیده است. ابرهای تیره جنگ افروزی که نتانیاهو و باراک باردار کردند از اوایل زمستان گذشته تا حال و به طور بیوقفه فضای زندگی ما را تا این روزهای پایانی تابستان آلوده کرده و موفق شده است که اعتراضهای اجتماعی گسترده‌ای را که تهدیدی جدی برای دولت نتانیاهو بود خفه کند. به باور نویسنده جوان اسرائیلی درخواستهای مردم اسرائیل برای بهره‌مند شدن از مسکن مناسب، عدالت اجتماعی، خدمات عمومی کارا و برخوردار از یارانه در برابر تهدیدهای آخرالزمانی که لابد پس از اصابت موشکای ایران به خاک اسرائیل ایجاد خواهد شد باید رنگ ببازد. دیالوگ شهروندی و مادرانه‌ای که از مختصات جامعه اسرائیلی است. جمله رو دوباره می‌خونم، بسیار جمله مهمی است. دیالوگ شهروندی و مادرانه‌ای که از مختصات جامعه اسرائیلی است، یک بار جای خود را به دیالوگ امنیتی و زورمدارانه و مردانه سپرده است. و مانند ایران نزد ما نیز ملاها باید سمت و سوی رخدادها را تعیین کنند. چه بسا که در همین روزهای گذشته ژنرال ذخیره یعکو آمی درور، ببخشید اسم رو واقعا نمیتونم به همدیگه پیوند بدم، مشاور امنیت ملی کشور نزد ربای ابو عدیا یوسف ملای بزرگ یهودیان سفارادی مراکشی الاصل فرستاده شد تا خطرات ایران را به گوش این پیرمرد زمزمه کنند. تنها باقی مانده است که دولت ما هم یک مرجع تقلید پیدا کند که لابد جنگ را توجیه شرعی نماید. آذرشالو می نویسد اسرائیل مانند ایران شایستگی آن را دارد که از حاکمانی بهتر برخوردار شود و چنین نیز خواهد شد. مسئله تنها زمان است، اما تا وقتش برسد فعلا سران شکست خورده اسرائیل و ایران هر دو در حال طراحی صحنه آرایی برای شمشیربازی خود هستند. اما نگاهی از نزدیکتر به این صحنه به شدت هولناک چیز دیگری نشان می‌دهد و آن اینکه آنها نه در حال شمشیرکشی به روی یکدیگر که در حال رقص تانگوی دست در دست هم هستند. این راز جاودانه
پیوند جاودانه میان حکومت‌هایی است که پایان آنها فرا رسیده و به خدمت طرف مقابل نیاز دارد. طلوع خورشید شاهنشاهی پهلوی را بشارت داد و رفاه و امنیت و استقلال و یک پارچگی را به ارغوان آورد و حرکت و پیشرفت آغاز شد و ایران نو چهره نمود، دورانی پدیدار. Please share and like.